هر چیز که بینی اثرش کم شود آخر، جز عشق که از او تا به قیامت اثری هست. از ادب خدمت آفریدگار ایران، خدمت شما همینانم، امیر درخشان برنامه رو هدایت میکنه، از صمیمانه ممنونم. خب چند قسمت با آقای علی لیمونادی بودیم، هموطنان عزیزم، گفتگو کردیم با این شخصیت تلویزیونی درباره مصاحبه هایی که صورت داد با شخصیت هایی بعد از انقلاب، یعنی شخصیت هایی که اغلب حضور داشتن در شبهای انقلاب و اغلب هم سعی کردن در تمام این سالها ریشه یابی کنند وقوع انقلاب در ایران، خودش موضوع بسیار مختلف است. امیدوارم بالاخره ما موفق بشیم که ریشه های انقلاب رو شناسایی کنیم و بعد از همه مهمتر اشتباهات تاریخی خودمون رو دیگر اونها رو تکرار نکنیم. صاحب یکی از کتب درخشان تاریخی میگه شتاب تاریخ به چه درد میخوره؟ بوده جواب میده به درد پند گرفتن از گذشته. این که آدم وقتی سوار اتومبیل میشه همیشه نیم نگاهی هم داشته باشه به آینه ای که عقب اتومبیل رو نشون میده. خب آیلی بنادی، درود بر شما. درود بر شما. خوش آمدید. مرسی. خوشحالم که در خدمت شما هستم و بینندگان گرامی. برنامه جالب بود در چند شو اطلاعاتی که شما دادید و گفتگویی که با هم داشتیم. و اجازه که آقای لیمونادی برگردیم دوباره به برلین، برلین دهه 70. محمد رضا شاه پهلوی به آلمان آمده، دعوت شهردار برلین رو میپذیره برای سفر به اون شهر. یادون باشه برلین در اون زمان یک جزیره بود در دل آلمان شرقی، تازه خود شهر رو تقسیم کردن با یک دیوار، بلن غربی، بلن شرقی. حالا بلن غربی هم اداره می شد توسط چهار دولت، دولت مقتدر دنیا که در جنگ دوم جهانی پیروز شده بودند. آلمان دیگه زیر سیطره اونها. حالا شاه دعوت شهردار رو میپذیره. به نظرم خارج از هر تشریفاتی شهردار دعوت کرد از پادشاه مملکت. پایتخت کجاست؟ بونه. پایتخت بونه در آلمان. البته حالا امروز دوباره برگشته به همون برلین. آقای لیموناتی مأموریت داره که از سفر پادشاه فیلم برداری کنه. مأموریت رو کی بهش داده؟ وزارت فرهنگونه و دستگاه فرهنگی ایران، نمایندگی دستگاه فرهنگی ایران در آلمان. ایشون رفته و متوجه حوادثی اون روز میشه در برلین که به نظرم خیلی این اتفاق که در برلین رخ داد در صدمه زدن به چهره دربار ایران مؤثر بود و بعدها واقعا تا حد زیادی سهم داشت در تحولاتی که در مملکت ما رخ داد. همینطور نیست؟ همینطوره، کاملا. عرض کردم دفعه قبل که در اصل برلین لانه زنبور بود، لانه زنبور بود، نمیبایستی که پادشاه بود در آن روزها به اونجا میامد، بعدها وز فرق میکرد. من موقعی که به کل برنامه‌ای که ضبط شده توسط تلویزیون آلمان نگاه می‌کردم، دیدم که آقای بهمن نیرومند که برنامه ریز این استقبال از پادشاه بود، یعنی در تظاهرات، بله تظاهرات، نشسته بودم با عده‌ای که در دهمین یا بیستمین سالگرد این کار صحبت می‌کردن، اشاره کرد، گفت من داشتم آشپزخانه خودم رو رنگ می‌کردم که به یک بار از رادیو شنیدم که پادشاه ایران قصد داره بیاد به برلین، رنگ رو زمین گذاشتم و رفتیم با دوستان نشستیم. خبر خوب دیگه. برنامه ریزی کردیم که چگونه مقابله کنیم. بعد این رو در مصاحبه ایشون گفت و واقعا هم در عرض دو سه روز یه برنامه ریزی خیلی شدیدی کردن. تصاویرش هست، میبینید که عده زیادی در خیابان به تظاهرات پرداختن. خیلی هاشون آلمان ها بودن. البته آقای نیرومند تسلط داشت رو جامعه آلمانی دانشگاه. ولی کتابی هم اون موقع زمان نوشته بود، کتابش هم خیلی سر صدا کرده بود. آقای نیرومند درباره ایران. آقای لیمونادی، اون چیکار چالبه سفر پادشاه به برلین نه انگیزه های اقتصادی داشت، نه انگیزه های سیاسی داشت. یه دعوت هنری از پادشاه کردن برای حضور در اپرا. اینم جالبه. و به نظر میسه اصلا کوچه دادن که ایشون وارد این سفر بشه. بله.
نیست؟ بله بله، متاسفانه بعد که آدم درست نگاه میکنه به مسائل تاریخی کنار قضايا، اگر مثلا پادشاه به مسکو میرفت با اون اقتداری که در اونجا بود، امکان نداشت که یک نفر در مقابلش تظاهرات بکنه، ولی برلن خیلی بی‌سرسامان بود. بله، به هر حال زیاد جالب نبود، ولی واقعه تاریخی بود. یک نفر کشته شد، همونطوری که بله کشته شد و جامعه دگرگون شد. جالب اینجاست که اصلا گروه های زیرزمینی که یه مقداری فعالیت میکردن از این فرصت استفاده کردن. توجه کردید مثل بادر ماینهوف، ببینید که خانم ماینهوف که روزنامه نگار بود نامه مینویسه به اولی حضرت و در ارتباط با وضع سیاسی ایران شکایت میکنه. یه تحولی بود، هنوزم بعد از 40-50 سال میبینید که همیشه جامعه امروز آلمان برمیگرده به سال 67 و مسافرت پادشاه ایران به اونجا بعد. یعنی موفق شدن که پادشاه رو اول به تور بندازن و او رو به بلن بیارن، بر زم فشارها از هر طرف، و بعد این دانشجویی که کشته شد اتهام قتل تا مدت ها متوجه سرویس های امنیتی ایران بود. بعدها فاش شد که آقا پلیسی که این دانشجو رو به قتل رسون در جریان تظاهرات علیه پادشاه یک عضو نفوذی دستگاه اشتازی بود، یعنی سازمان اطلاعات امنیت آلمان شرقی که در شهربانی بلن غربی نفوذ کرد. اینم جالب بود، یعنی به دستور آلمان شرقی، به دستور حزب کمونیست آلمان شرقی این قتل صورت گرفت و اینا موفق شدن که پادشاه رو در یک سکنج قرار بدن و حملات علیه او رو تشدید بکنن. دوره جنگ سرد بود، یادتون باشه. حالا به من بفرمایید که نیروهای سیاسی که مثلا در بلن بودن، قوی ترینشون که چپ ها بودن، مذهبی ها بودن؟ نه خیر، بسیار ضعیف، خیلی ضعیف بودن. اصلا تا این اواخر نیروی نبودن، نیروی مذهبی نیروی نبودن. چی شد یه بار گیر سر کلهشون پیدا؟ خب این از 2-3 سال قبل از انقلاب آغاز شد. یک عده اومدن پیش درآمد اومدن برای این کار، برای اینکه احساس کردن که میتونن از این راه بهتر وارد مبارزه بشن، مبارزه‌ای که در از کجرا هست. اما این حضور در خارج بود یا در داخل؟ در خارج از کشور. در خارج از کشور بل بی اندازه ضعیف بود، بی اندازه ضعیف. به نظر می رسه که پایتختشون هم اروپا، آمریکا بود. بله، یعنی اینا بیشتر در اینجا نفوذ داشتن تا اروپا. قدزاده بود. چند تن دیگر یا ابراهیم یزدی و بله، ولی مثلا آقای سازگارا فعال آنچنان نبود در نبودن. ولی در 6 ماه آخر فعال شد که بعد میبینید رفت به پاریس و اصلا تشکیلات پاریس رو ایشون گرداند. بله. خیلی دلم بخواد یه دفعه با حتما با آقای سازگارا در این زمینه صحبت بکنیم. بله. شما اطلاعاتی که میده قطعا کمک میکنه به اینکه ما بتونیم نورافکن بندازیم روی پاره از زوایای تاریک تاریخ معاصر. خیلی کمک میکنه نیست؟ بله. اگه در حسن، در کمال حسنیت این کار انجام بگیر، چون قرار نیست که کسی مثلا قربانی بشه یا ما دنبال گناهکار بگردیم. نه، ما دنبال تصفیه گناهان خودمون میخوام ببینیم کجا کوتاه آمدیم. دقیقاً. و چقدر اهمال کردیم، چقدر به سادگی از میهن و سرزمین خودمون گذشتیم. کدام ملت این کارو میکنه که ما کردیم؟ نیست؟ همینطوره. به هر حال فرصتی تاریخی بود دیگه. به نظر من این سوء استفاده بود که روحانیت از فضای باز سیاسی ایران کرد در سال 50. در سال 50 بله، در پاریس اتفاق افتاد با قولهایی که آقای خمینی داد و همه ما شاهد شدیم که بعدها چگونه صحبتی از اون قولهایی که قبلا داده شده بود، حتی به افسران، میدونید که من نزد آقای بنی‌صدر که بودم نامه‌ای رو من نشون دادن که با دستخط آقای خمینی که افسران به ملت بپیوندن، هیچ کس با آنها اذیتی آزاری نخواهد کرد. اون دستخط بله بعد از 4 روز، یعنی اصلا یه نیرنگ تاریخی بوده. حالا به هر حال ما در این کتاب های مودی به تمام اینها پرداختیم. حالا کتاب اجازه من معرفی کنم؟ ببینید، گرچه راجعه صحبت کردیم، تلاش 100 ساله ملت ایران به قصد احراز آزادی. این دیگه تلاشی بوده که به نظر من هدف اصلی، هدف بقایی و نهاییش آزادی بوده. بلاغه تا به امروز هم متاسفانه ما موفق نشدیم، تلاش کماکان. شما بفهمید توی با این 100 نفر شخصیت که مصاحبه کرد، چیا بیشتر براتون جالب؟ حرفاشون، گفته‌هاشون؟ 5-6 تن. توجه کنید شخصیت‌هایی هستن که شما البته همه رو خوب میشناسید، ولی شاید با دیدگاه این افراد اینطور مستقیم برخورد نداشت. چیا مثلا بودن؟ تیمسار جم بود. تیمسار جم بله، تیمسار جم در رأسش. حتما بختیار، دکتر بختیار بله در رأسش.
آقای متین دفتری در رأسش، بله، آقای حاسد جوادی دقیقاً با جزئیات، آقای همایون فر شاید قوی تر از همه و محکم ترند به خاطر که در یه پوزیسیون مخصوصی بودشون، به مشاورت رسیده بود، به معاون وزارت خوره وزارت کشاورزی رسیده بود، بعد اطلاعات هم بود، بله درست، در شش ماه آخر در دوره آقای همایون بود. چیزی که هست واقعیت هم اینه که ببینید، گفتم اون دوست تحلیلگر خیلی خوب ما همیشه تاکید میکنه دنبال یک اشتباه، انقلاب یک کارخانه بودی که کارگران بیشمار داشت. دقیقا کارگران بیشمار دنبال یه عامل، دو عامل نگردی، کارگران بیشمار و عوامل بیشمار. دوست مشترک ما آقای علیرضا نوری‌زاده در روز فوت آقای خمینی جمله ای رو گفتن که بارها ما پخش کردیم، 50 سال فریاد آزادی خواهی ملت ایران فرش زیر پای آقای خمینی شد. دقیقاً. یعنی سوء استفاده بزرگ تاریخی از این فریاد آزادی خواهی. در کنار اینا آقای مصباح‌زاده بودن. شما که میخواستید امروز این جعبه سیاه رو یک مقداری باز کنید. بله حتما که چون واقعا به نظر من کاری که آقای نیمونادی انجام داد اینه که میخواست ببینه علت سقوط چیه، چی شد که این هواپیما ساقط شد. دنبال جعبه سیاه تاریخه، میهن مملکت ماست. ببینیم در 22 بهمن چه رخ داد و مجموعاً این روشنفکران ما به چه نتایجی رسیدن، این نتایج چقدر میتونه در آینده کاربرد داشته باشه. بله اگر بخواید مثلا یک نمونه از اون رو با هم تماشا کنیم، بخش می‌کنیم. شخصیت شناخته شده مثل دکتر مصباح‌زاده، مدیر روزنامه کیهان، بله. در کجا فوت کرد؟ اینا رو توضیح بدید چون میدونم جوان ها نمیدونن. در لس آنجلس فوت کردند ولی خب سالهای سال در پاریس بودند. یکی از شریفترین روزنامه نگاران بوده. ایشون در این مسابقه گفتن که من بارها میتونستم وزیر بشم و به شما عرض بکنم که در دیداری که با ایشون داشتم برای من طی چند شب برای من روشن کردن که چگونه پادشاه ایران هفته های متمادی ایشون رو چهارشنبه شب ها به دربار میخواستن و با ایشون 2-3 ساعت بحث میکردن، میخواستن ببینن چقدر مایه داره ایشون که بتونه نخست وزیر بشه. عجب. این شخصا برای من توضیح میدادن و بارها و بارها همینطور این قضايا پیش رفت و من پرسیدم به چه دلیل شما نخست وزیر، گفت یک اشتباه تاریخی. گفتم خب از این اشتباهات همه ماهی قدری میکنیم. گفتم چه بود؟ گفت بله روزنامه کیهان جشن گرفت در سراسر کشور، در گیلان در رشت جشن بزرگی گرفت، من رفتم اونجا شرکت کردم، چندین هزار تن استقبال کردن. هفته بعد من دیدم که پادشاه من رو نخواست. 2-3 هفته بعد که پیگیر این قضیه شدم که آقا من چهارشنبه همیشه اونجا بودم، گفتن که پادشاه فیلم شما رو دیده که شما در گیلان چه تعداد طرفدارانی داشتید، یعنی تبدیل به یک نیرو شده بودید. نظر ایشون اینه که پادشاه هیچ وقت دوست نداشت که یه نیرو بزرگی در کشور به عنوان شخص با یک نفر طرف باشه. بله با یک نفر. دقیقاً منو وادار میکنه که بهتون این نکته رو عرض کنم که من به طور کلی مخالف این فضای باز سیاسی بودم. یعنی یک مملکتی که روی نظامی، حالا یا خوب یا بد کاری نداریم، گردش میکرد، وقتی که نظام اون رو عوض میکنند باید با مطالعه عوض بکنند. یه وقت ما سازمان امنیت اصلا احتیاج نداشتیم، داشتیم حکومت نظامی احتیاج نداشتیم، داشتیم، ملاحظه میکنیم، سانسور مطبوعات لازم نداشتیم، داشتیم، ملاحظه میکنیم. درست در اون بحبوهای کارهای خوب ایران من منظورم هست، وقتی که املاک رو بین مردم تقسیم میکنن که ما حکومت نظامی لازم نداریم، ساواک لازم نداریم، همه مردم موافق این کارند. اگر سواد آموزی رو در مملکت توسعه میدن این حکومت نظامی و ساواک لازم نداره، زن رو در امور مملکت شرکت میدن، ما احتیاجی به این سختگیری ها نداریم، ملاحظه میکنید؟ بله. یعنی برای اون کارهای خوبی که، چون رژیم هم کارهای خوب داشت، کارهای بد داشت،
برای کارهای بزرگ خوبه که جنبه ملی و جهانی داشت، ما در اون زمان محدودیت مطبوعاتی داشتیم، سانسور داشتیم و آزادی بیان و قلم به اون شکل نبود، در صورتی که اگر برعکس ساواک نبود، آزادی مطبوعات هم بود، کدام ایرانی جرأت میکرد مخالفت با اصلاحات ارضی بکنه؟ کدام ایرانی جرأت میکرد با باسواد کردن مردم مخالفت بکنه؟ بعد حالا این اصول انقلاب اون موقع تا 20 تا رسید، حتی بیشتر، من حالا به خاطر ندارم، ولی اون مهمش رو برای شما میگویم. اما وقتی که مملکت متشنج میشه، وقتی که خرابکار در مملکت هست، اون موقع لازمه ما ساواک داشته باشیم، حکومت نظامی داشته باشیم، سختگیری بکنیم، جلوی خرابکار رو بگیریم، جلوی هر کسی که بر خلاف مصالح ملی و مملکتی قدم برمی‌داره بگیریم، در حدود قانون، و قانون برای همین وضع شده. درست ما اون موقعی که باید یک سازمان‌هایی رو داشته باشیم نداشتیم، و درست یک زمانی که نباید این سازمان‌ها رو داشته باشیم داشتیم. این خلاصه مقایسه اون زمان آرام و زمان متشنج مملکت ما بود در گذشته. بنده معتقد بودم در اون روزهای بحرانی که اختیار از دست هر کسی در رفته بود و هیچ کسی نمیتونست، نه روزنامه نویس، نه وکیل، نه وزیر، نه مردم، دیگه نمیدونستن چی کار بکنن، اون روز بود که حکومت باید قدرت خودشونشون میداد، سختگیری میکرد به اشکال مختلف برای حفظ نظم و انتظام و جلوگیری از اون عواقبی که داشت و خودتون میدونید. خوشبختانه هر کدوم از این شخصیت ها در یک صحنه ای از تاریخ حضور داشتن، در یک صحنه. مثلا من همیشه نگران اینم که اگر نوریزاده، به تو نوریزاده خود من، اگر اون شب در مدرسه علوی نبود چی قرار بود؟ دقیقا. گزارش اون شب هولنگیز که نقطه آغازین انقلاب به ما و به آیندگان گزارش کرد. اگه نبوده دقیقاً این خصوصیاتی که این فرداش باعث شد که حتی به پشت بام رفت، توضیحات رو نوشت، حالا هزاران نفر عیب میگیرن، توجه کردید؟ باید در نظر گرفت آیه میبود که خود ایشون هم یکی دو ماه قبل در زندان بوده. بله. که در جریان هستید. بله. یعنی برخورد بدی هم باشیده بوده. اگر یه مقدارم تند مینویسه بر اون روزا خیلی امر تمیز. بله. خب همه ما یه تجربه خب باید تو شرایط آدم قرار بگیری که اگه قرار بشه آدم بتونه کارش انجام بده. ناچارش بود اون شبهای انقلاب رو باید به یاد آورد و همینجور صحنه‌هایی که گفت خیلی شباهت داره به آتش سوزان در جهنم و یه وضعیت هولناک و عدم امنیت و بی‌ثباتی در مملکت و این که هیچ کس نمیدونست که واقعا ایران داره به کدام سمت و سو میره. همه اینا رو باید در نظر گرفت. ببینید بعد پیش بینی نشده بود دیگه. من خدمت شما خواستم عرض کنم، من که این مدت رو در برلین زندگی کردم از این وقایع زیاد دیده بودم. مهمترینش 13 آگوست 1961 بود. 13 آگوست چه خبر بود؟ 1960 دیوار برلین. بله، فروپاشی دیوار برلین. من خوابیده بودم صبح ساعت 6، یکی از دوستان زنگ زد و گفت که آقا چه نشسته که دور شهر دارن دیوار میکشن. و من گفتم خب بگو. آقا میکشن یعنی چی؟ ما دیگه بیرون نمیتونیم بریم. به هر حال بلند شدیم رفتیم بیرون ساعت 7 کنیم. بله دیدیم که سربازها، تصاویرش هست، سربازهای آلمان شرقی ایستادن و میخوان که مردم این شهر رو جدا کنن از هم. نکته جالبی بود که در دانشگاه که رفتیم، ما که خارجی بودیم سهم آنچنانی نداشت در آلمان، ولی استاد ما میگفت شما نمیدونید چقدر ملت ما ناراحته، برای که همه فامیل دارن. ببینید در این شهر فامیل داشتن، یک دیواری بین اعضای خانواده کشیده شد که یعنی تقسیم انسانی صورت گرفت. انسان های از یک خانواده، یک دود ما این سوان سوی دیوار قرار گرفتن، دیگه هم دیگر نیدن.
بقیه دیگه موفق نشدن هیچ وقت در زندگی هم دیگر رو پیدا بود. در نتیجه یک شهر هویتش رو گم کرد، هویت تقسیم شد، مثل که مقراض به قیچی بگذارید چیزی رو پاره بکنید. و متاسفانه چیزی که مثلا قربانی شد، انسان‌های دردمند بازمانده از جنگ دوم بودن که حالا یه درد مضاعف رو باید تحمل بکنن، اونم تقسیم شهرشون. خب خیلی غم انگیز، خیلی غم انگیز بود. گفتم برای ما خارجی هم همینطور، ولی به هر حال درها بسته شد. درها بسته شد، ما دیگه نمیتونستیم به اون طرف شهر بریم. مخصوصا من پیش آقا بزرگ، آقای بزرگ علوی نمیتونستم برم. دو سه ماه طول کشید تا اجازه مخصوص گرفتیم. برای اعضای حزب توده دیگه، بالاخره اعضای حزب توده ما دسترسی نداشتیم. اونا در شهر لایپزیگ بودن، اونا در لایپزیگ بودن. اینترس زیادی هم نداشتم واقعا نداشت. برای من آقا بزرگ، یعنی بزرگ علوی به عنوان، میدون که خیلی مخالف حزب بود. بله بله. مخالف حزب، مخالف شد. بله مخالف شد و جدا زندگی میکرد، با اونها درگیری داشت و ما رو به عنوان فرزندان خودش با ما برخورد میکرد. بله. و هر گاه که مسئله پیش اومد، بد نیست به شما بگم، یک بار به دلایلی تهران تصمیم گرفت که تحصیل در برلن رو قدغن بکنه. در هر دو برلن؟ بله. برلن اون موقع که بله هر دو برلن هم دیوار نبود، سال 60. خب و من نزد ایشون که رفته بودم، سه شنبه شب خب میرفت با چند دانشجو، فقط هم ترتیب مسائل ادبی بود، پیشنهاد کردم که آقا اگر اینطور میشه که قرار بشه، چطوری که من بیام اینجا به هومبولد یونیورسیته؟ گفت هرگز شما این کار رو نمی کنی و اجازه نداری بیا این طرف. عزه. یعنی مخالف این بود که ما به یک کشور کمونیستی در اونجا درس. عجب. میدونی یه نفر دیگه که در اونجا درس خوند کی بود؟ نگفتی؟ نه. که وزیرم شد تو ایران، آقای منوچهر آزمون. بله آزمون، بله شنیدم. منوچهر آزمون در همون دانشگاه تحصیل میکرد، بعد هم در یک دادگاهی شرکت کرد علیه جمعی از کمونیست هایی رو که گرفته بودن در آلمان، ایرانی ها. یکی آقای حمزوی بود، دکتر حمزوی، یکی دکتر بوزری بود و یه دو نفر دیگه. اینا رو به اتهام فعالیت کمونیستی رو در مملکتی که حزب کمونیست منحل شده بود، یعنی در قسمت غربی حزب کمونیست اجازه فعالیت نداشت. حالا اینا رو گرفتن. آقای آزمون که دوست اینا بود، هم رزم اونها بود، در دادگاه بلند شد و به عنوان شاهد در پشت تریبون. درست خوندم بله. آقای منوچهر بوزری از طریق وکیلش اعتراض کرد. وقتی رئیس دادگاه پرسید خودتون رو معرفی کنید، گفت من دکتر منوچهر آزمون. گفتم اعتراض به چیه؟ گفتن به این عنوان دکترا. دادگاه تنفس داد. قرار شد که از دانشگاه سوال بکنن از در آلمان شرقی، بعد اون وقت دادگاه ادامه بده کار خودش رو. جواب آمد از دانشگاه که خیر، ایشون در رشته مارکسیسم لنینیسم نمره قبولی نگرفتن، در نتیجه هنوز درجه دکترایی دریافت نکردن، شهادت ایشون قبول نشد. و دادگاه به سود این گروه کمونیست‌های ایرانی تمام شد. خاطرم هست. بله خونه. بله. ولی به هر حال در اون موقعیت زندگی کردن آقای میبودی انسان رو می‌سازه. مثل همین 13 آگوست عرض کردم، دیوار دور شهر کشیده شد. حالا یه مقداری هم برگردیم به همین جریان کوچ ایرانیان که من الان دارم. بله. خواستم فقط خدمت شما عرض کنم که در زمانی که من در برلن زندگی می‌کردم، تمام هم کلاسی ها هم دانشکده ما همه کسانی بودن که از کشورهای بلوک شرق به اونجا پناه آورده بودن. بله بله. 90 درصدش یعنی از شرق اومدن به غرب. 10 درصد آلمانی بیشتر نبود، باقی اهل یوگسلاوی بودن، اهل روسیه بودن و کشورهای دیگه. و ما با هم کلاس و هم دانشکده بودیم و من به منزل اینا که میرفتم و میامدم آیمه بودی عکس های پادشاهان سابقشون رو میدیدم، توجه کرد تزار و پدر بزرگانی که در خانه های خیلی بزرگ زندگی میکردن، تمام ثروت اینها رو اصولا کشورهای بلوک شرق گرفته بودن. همون جریانی که الان در ایران اتفاق افتاده که شما میبینید که اکثر ثروت ایرانیانی که حرفه‌ای هم بودن تصاحب شده در ایران. و من آشنایی پیدا کردم با این غربت نشینی، با این پناهندگی. یکی از دلایلی که بیشتر باعث شد من پیگیر این مسئله باشم، شناخت من بوده در دوران نوجوانی از مهاجرین. از مهاجرین دقیقا. از مهاجرین. یکی از کارهایی که آقای بزرگ علوی انجام میداد این بود که اون گروه های اعضای حزب توده‌ای که از ایران اینا رو خارج کردند و فرستادن به کشورهای مختلف کمونیستی، هر کدوم به یه سمتی رفتن، آقای بزرگ علوی شده بود کانون خبررسانی به خانواده های درمانده و بیخبری که از ایران می اومدن بیچارا، تا عزیزان خودشون رو پیدا بکنن، با
بزرگ راهنماییشون میکرد. مثلا میگفت فلانی در چکسلواکی است، فلان کس در سیبریه، فلان کس در مسکوه، یا فلانی رو فرستادن به آسیای میانه در تاجیکستانه. خیلی کمک کرد آقا بزرگ، یه نقش پدرانه داشت. داستان تحت الحنکی رو اگه بخونید به نقش آقا بزرگ در این زمینه پی میبرید. خواهرشون هم یه کتابی نوشته اگه شما مطالعه کرده باشین، ما هم در این کشور، ما هم در این سرزمین حقی داریم. خواهر بزرگ، بله، آقا بزرگ. فرار اونها رو در بعد از سال 32 با شوهرش که افسر بوده از ایران مطرح میکنه. اینا با کجا میرن؟ اینا با بدبختی به باکو میرن، در یک بهکدی اطراف باکو. بعد بخونید روزهای روز اصلا مواد غذایی نداشتن، کمونیست‌ها به اینا چیزی نمیدادن. بعد از دو ماه میگه فلان سرهنگ از ایران آمد، همه رفتیم به دیدنش، یک سیگار اشنو داشت، یک عدد رو در آورد و همه دور هم نشستن سیگار. بدبختی عجیبی بوده اون موقع. آدم این پناهندگان، حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی، چه داستانا که داشتن. ببین یه نسل چجوری تصور میکرد اتحاد جماهیر شوروی مدینه فاضله است، آرزو میکرد یک روز سرنوشت ایران به سرنوشت اتحاد شوروی گره بخوره. همین اتفاقی که امروز در کیف جریان داره، در اوکراین. فکر کنید نسلهایی در اروپا میومدن به خیابون برای اینکه اروپا رو به سرنوشت اتحاد شوروی وصل بکنن. یعنی آرزو میکردم همه اروپا شوروی بشه. هر روز هم تظاهراتی بود. امروز درست برعکس، جوان ها، نسل جوان میره تو خیابون ها در کیف میگه آقا ما نمیخوایم به روسیه نزدیک بشیم، شما بی خودی قوانین رو وضع کرد، ما میخوایم به اتحادیه اروپا وصل بشیم چون ما اروپایی هستیم، میخوایم سرنوشتمون در اینجا رقم بخوره. یعنی درست عکس شده. دقیقاً. خواستهای دو نسل، یکی نسل قبل از انقلاب دوره جنگ سرد، یکی نسل امروز که آب دیده هم شده. این تاریخ دیگه، این زمان باید طی بشه. مثل 34 سال ما، نمونه بارزش جهانشاهلو افشار آیمه بودی. آقای جهانشاهلو معاون پیشه‌بری بود. من کجا دیدیشون؟ در برلن غربی دیدم. خب. که پناهنده شده بود، سالها زندگی میکرد، دید بسیار بازی داشت. در 97 سالگی هم فوت کرد، دو سه سال پیش. ایشون هم تمام وجود ضد کمونیست بود، یعنی تمام ضد کمونیست شده بود. بله، 60 خورده ای سال رو اونجا گذرانده بود، دکترا از اونجا گرفته بود، تدریس کرده بود و آمده بود به برلن غربی. ولی جالب اینجاست که توضیح میداد چگونه پیشیوری را رژیم کمونیستی اون دوران زیر نظر یا به دستور شخص استالین کشتن. عجب. دقیق توضیح میده. وضع مالی چطور؟ وضع از دولت یه پولی میگرفته، سوسیال بهش میگن دیگه. بله، تمام اینا که اونجا هستن. بگم حسن ختام اینو پخش بکنه. بله، سخنان دکتر نصرت الله جهانشاهلو، دکتر نصرت معاون پیشه‌بری که آذربایجان رو میخواست تقسیم بکنه و خب موفق هم شد. البته بعد ارتش ایران حمله برد به آذربایجان و تا آمریکایی هم خیلی مساعدت کردن و اونا از اونجا کوچ داده شدند و رفتن به روسیه. من و شما به راحتی میگیم کوچ داده شدند. حالا تماشا کنید ببینید ایشون توضیح میدن چگونه نماینده وزارت اطلاعات شوروی در تبریز به ایشون میگن لطفا کشور رو ترک کنید. اونا میگن شما کی هستید؟ میگه همون کسی که شما رو آورد، امروز داره به شما میگه بعد از ایران خارج بشید. گوش میکن. باز ختام برنامه گفتگومون رو با آقای لیمونادی، گفتگو فوق العاده جالب و استثنایی، ادامه میدیم. از طرف کنسولگری شوروی به آقای پیشه‌بری تلفن شد که ایشون و من و آقای پادگان به کنسولگری برویم. ما رو رهبری کردن به یک اتاق. در اونجا معلوم شد که یک سرهنگی بود که ما میشناختیم، سرهنگ گولیوف. ایشون ما رو از ما پذیرایی کرد و ما سبب رو پرسیدیم که دلیل اینکه ایشون ما رو احضار کرده چیه؟ ایشون گفت که دلیلش اینه که من باید به آقایون اخطار بکنم، عین عبارتش، اخطار بکنم که امشب باید از تبریز برم. کجا؟ باکو. البته آقای پیشه‌بری یه خصوصیتی داشت که در این مسائل گاهی عصبانی میشد و بحث میکرد. من چون میدونستم که این آقا کنسول اونجا و حرف خودش نیست، حرف دیگرانه،
ولا او کاری نبود که به ما اخطار بکنه که شما از تبریز برید. ساکت بودم. آقای پیشری بهشون گفت شما چی کاره هستید که به ما اخطار میکنید که از وطنمون بریم. چه این حرف به کنسول شوروی زدن کار دشواریست. ایشون بلند شد دم در ایستاد. در باز کرد. دم در ایستاد. این عبارت ترکی رو گفت که هنوز یادمه. گفت که به پیشوری رو کرد. با من طرف نبود. من ساکت بودم. به پیشوری گفت که سنگتی رن سندیر گت. گفت اون کسی که تو رو آورده به تو میگه برو.